یا عنوان جذاب و مهیج که علاوه بر کسب نمرات درخشان تونست در مدت زمان کوتاهی به فروش یازده میلیون نسخه ای برسه و انتظار میره این نسخه رکورد فروش کل سری رو به اسم خودش ثبت کنه و همین خاطر تصمیم گرفتیم تا امروز به برخی از جالب ترین حقایق و ایسترگای این بازی بپردازیم حواستون باش که این آیتم اسپویل داره و اگه بازی رو تموم نکردید یا از پایانش اطلاعی ندارید منتظر باشید تا ما آیتم مقص داستانی خودمون رو منتشر کنیم. که داستان رو میدونید شما رو به ادامه دیدن این آیتم دعوت میکنم بعد از یه تاخیر یه ساله سونی و استودیو سانتا مانیکا تصمیم گرفتن تا بازیشون رو در تاریخ 9 نوامبر 2022 عرضه کنن مدتی قبل از عرضه بازی طرفدارا مطلع شدن که تنها چند ساعت مونده به عرضه رگنراک یه ماه گرفتگی کامل رخ میده سفر اونا به رگنراک در چنین شرایطی آغاز میشه این در حالی که آغاز رخ داد در اساطیر نورس به بلعیده شدن خورشید و ما توسط اسکول هاتی دو تا گرگ عظیم و جسته برمیگرده در حقیقت اسکول هاتی پیوسته در حال تعقیب خورشید و ماه و بازیکنان حتی میتونن تا در بخشی از داستان ماه و خورشید رو در حال فرار از این دو گرگ مشاهده کنند. که این موضوع به رخ خورشید گرفتگی در بازی منجر میشه البته بعد گفت به احتمال زیاد مصادف شدن زمان عرضه بازی با یه ماه گرفتگی صرفا یه تصادف بوده تصادفی که همین الان მითუნეთ ვიდეოშო ببینით یکی از آیتم های جالبی که کریتوس و آتریس در ماجر جای خودشون با مواجه میشن اشعاریه که کباسیر از خودش به جا گذاشته خدای خرد ونیر که البته هیچ وقت خودش رو توی بازی نمیبینی یه نکته جالب در مورد اشعار کباسیر وجود داره اونم اینه که هر کدوم از اونا به یکی از آی های محبوب و شناخته شده پلیستشن اشاره دارن مثلا یکی از این اشعار در خصوص جنگجوی مقرمز با گذشته نامعلومه که مشخصا به هورایزن اشاره داره شعرهای دیگه این شاعر دنیای نورس به عناوین محبوب دیگه سونی مثل آنچارتد، لاستافاس، رچ تنکلنگ، و بلادبورن اشاره دارن. شما حتی قادرید این کتاب رو بفروشید و بعدا تمامی اونا رو روی قفسه خونه سیندری ببینید. Brother, I've heard my share of stories about your همونطور که تا الان دیدید رگناراک داره ایسترگا و نکات فرمون زیادیه که برخی از اونا به سایر بازی پلیستشن اشاره دارن اما شاید جالب ترین و عجیب ترینشون اشاره به بازی پلیستشن آل ستارز بتل رویال باشه در یکی از گفتگوهای کوتاه بازی میمیر از کریتوس درباره تورنامنت میپرسه که در اون خدای جنگ با افراد و موجودات مختلف از جمله بزرگترین موزیسین دنیا به مبارزه پرداخته البته که کریتوس تمایل چندانی به صحبت در این باره نداره I would not speak of this. Fair enough, اما سازنان تاکید کردند که این مکالمه یه اشاره مستقیم بازی پلیستشن آل ستارز بطر رویاله یه عنوان کراسوور مبارزه ای که در سال 2012 برای PS3 و PS Vita منتشر شد و برخی از شخصیت های نمادین پلیستشن و دنیا گیمینگ از جمله کریتوس، نیتن دریک، دانته و مابقی توش حضور داشتند. باید بدونید که منظور میمیر از بزرگترین موزیسین دنیا شخصیت پاراپا از بازی پاراپاد رپره یکی از عناوین کلاسیک پلیستیشن وان که دوره خودش طرفدارای زیادی داشت اگه یادتون باشه اولین ملاقات کریتوس و یورمنگندر زمانی شک میگیره که ما عظیم از این تبر کریتوس رو در دهان خودش قرار میده و لحظاتی بعد اونو به شما برمیگردونه در نسخه قبلی درست لحظه که کریتوس میخواد مجددا سال خوش در دست بگیره نوشته بر روی تصویر ظاهر میشه که به ما اطلاع میده تبر کریتوس به زهر ایتر آغشته شده زهری که در اساتیر نورس از دهن یورمنگندر خارج شده و در نهایت باعث مرگ سر میشه چند سال بعد از اولین ملاقات بین یورمنگندر کریتوس در ابتدای داستان رگناراک هم شاهد اولین روی روی خدای جنگ با سر هستیم به لطف آغش شدن تبر کریتوس به این زخم او قادر تا در این مبارزه یه زخم عمیق و دائمی رو, رو روی بدن سر به جا بذاره چرا که یورمونگندر از ابتدای کار از آینده مطلع بوده و سعی داشته تا به کریتوس کمک کنه اسم اودیم بارها در نسخه 2018 خدای جنگ شنیده میشه اما در را که برای اولین بار بازیکن‌ها از نزدیک باش ملاقات میکنن بدون شک پیدا کردن گزینه مناسب برای پر کردن چین نقشی کار آسونی نبوده. مونتا بعد اعتراف کرد که انتخاب ریچارد شیف برای ایفای نقش شخصیت که لحنی آرام اما در عین حال فریبنده رو داره، هوشمندانه ترین تصمیم سودی سانتا مونیکا بوده. بازیگر کهنکار سینما و تلویزیون در شرایطی نقش اودین را ایفا کرد که تنها چند وقت قبلش به علت بیماری کووید در بیمارستان بستری شده بود. شیف 67 ساله در حالی که همچنان مراحل بهبود جسمی خودش رو پشت سر برای ضبط موشن کپچر و صدا پیشگی شخصیت اودین حاضر شد و یه هنرنمایی درخشان را از خودش ارائه داد جالبه بدونید که گاداوار و اولین تجربه ریچارد شیف در یه بازی ویدئویی محسوب میشه او در حقیقت پیشنهاد سانتا رو به اصطور فرزند خودش یکی از طرفداران مجموعه گاداوار هست پذیرفته <applause> <applause> گادا با راگناراک نسبت به نسخه قبلی خودش شخصیت فری بیشتری داره که یکی از اونا راتا یه سنجاب سخنگو که محافظه درخت ایکراسیل محسوب میشه راتا توسکر موجودی پرمشغل است که وظایف مهمی بهش سپرده شده بنابراین وقتی میخواین باش ملاقات کنید بعد یه زنگ به خصوص رو به صدا درآورید تا سنجاب پرحرف به استقبالتون بیاد اما نکته جالب اینه که هیچ محدودیتی برای تولید صدای زنگ در نظر گرفته نشده شما میتونید بارها و بارها این کار تکرار کنید اگه مدت زیاد این کار انجام بدید راتو توسکر پس از مدتی صبوری خودش رو از دست میده و چند دیالوگ جالب عصبانیتش رو بروز میده میولنیر یکی از مشهورترین سلاحهای دنیای نورسه از این جهت اصلا عجیب نیست که طرفدار زیادی انتظار داشتند تا در طول گاداوار رگنراک این سلاح به دست بیارن همونطور که میدونید این اتفاق هرگز نیفتاد اریک ویلیامز کارگردان بازی در این مورد میگه که به نظرش در دست گرفتن میولنیر توسط کریتوس قافل گیر کننده نبوده چرا که بازیکنها همچین انتظاری رو داشتن برای همین بازی سازا تصمیم گرفتن تا به جای چکش معروف سور یه نیزه رو به عنوان سلاح سوم در اختیار بازیکنا مردانه قرار بدن سلاحی که البته ریشه در شخصیت کریتوس به عنوان یه اسپارتان داره اشاره به ناخدای بخت برگشته نسخه اول گاداوار چیزی که تقریبا در تمامی نسخه سری تکرار شد و همین حالا هم نویسنده راگنراک این سنت دیرن رو رها نکردن شخصیتی که از اون صحبت میکنیم همون ناخدایی که کریتوس در نسخه اول به راحتی میتونست جونش نجات بده و این کار انجام نداد بعد از یکی از سایت کوست های کریتوس در دفترچه خودش از این ناخدا یاد میکنه که توسط کریتوس مورد بیانصافی قرار گرفته بود کریتوس yourselves. در ماجرجوی خودشون در قلمرو اسفارتفلهایم با چهره آشنایی مواجه میشن یه دورف موزیسین به اسم راب که گفتگوی کوتاهی با بازیکنها داره و یکی از سایت بازی رو برای شما آغاز میکنه اگه چهره و صدای دورف موزیسی هم براتون آشناست کاملا درست حد زدید به خاطر این که اون کسی نیست جز بیر مکری آهنگساز نسخه 2018 و البته رگنراک سازنده در جریان ساخت رگنراک از اون خواستن تا به طور افتخاری در بازی حضور پیدا کنه و نه تنها چهره خودش رو در اختیار اونا قرار بده بلکه صدا پیشگی این شخصیت رو هم بر عهده بگیره سازنده حتی نام این شخصیت دورف رو بر نام کوچک بیر مکری انتخاب کردند. کافیه تا حروف آر ای -E رو به طور وارونه بخونه. تا متوجه این نکته بشید. Oh, that's us, I think. me. یکی you... از پیچش های داستانی بزرگ بازی جایی رخ میده که متوجه میشیم اودین قدم به قدم با کریتوس و آتریس همراه بود و از تمامی نقشه این دو با خبر بوده در اواخر داستان بازیکن مطلع میشه که تیر هیچ وقت در زندان در اسفارتلهایم نبوده و در تمام مدت این اودین بوده که خودش رو به شکل تیر در برده اما اگه بازیکن تیزبینی باشید میبینید که نویسنده در طول بازی چندین بار به صورت ظریف به این پیچش داستانی اشاره کرده در حقیقت نقشه اودین در تمام این مدت در مقابل چشمان شما پنهان شده بود مثلا اودین با شکل و شمایل تیر ابتدا فرییا رو با اسم فریک صدا میزنه که کمی عجیبه چرا که در داستان بازی فقط اودینه که با این اسم فیریا رو خطاب میکنه در مثالی جالبتر اگه به محل زندانشان تیر در اسفارتل هایم برگردید میتونید تعدادی پر کلاق در اتاق مشاهده کنید که به کلاقهای اودین تعلق دارن چرا که تیر هیچوقت اونجا زندانی نبوده خب به پایین این آیتم رسیدیم نظر شما در مورد حقاق و ایستریگای گاداوار رگنراک چیه شما چه فکری در مورد این نسخه دارید نظرات و پیشنهادات خودتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید که چنل ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید